یواش داره خدا. چه خبره؟ چه خبره؟ امیر خان چرا اینجوری رانندگی میکنی؟ واسه اینکه یک گله حیوان دنبانه بودم. واقعا؟ بابا من نمیفهمم اینا چه جوری ما رو پیدا میکنن. نکنه تو این گروه یه رادیو بشی چه گذاشته بابا. سود شد تای در ره مونده سه چهار تا ماشین و یه موتور دیگه. خدا رو شکر پس خطر کم شد. چی خطر کم شد؟ حالا به انتقام موتور میان سراغ خودمون ترتیبمون. بابا چقدر ویراج میدی؟ من تو گلولم. کی پاسه داره؟ چیه؟ اسپای در منه! از کجا اومد؟ برو گم شو! این چیه داره میاد؟ تانک یا زره موشه؟ من میخواد کمار! این لعنت بر اون ذاته! خدای من نمیخوام علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که امیر خان و دوتا رفیقش 30 سال پیش تصمیم گرفتن بانک بزنن و بارشون رو یه شبه ببندن، اما از یه جایی بلایی سرشون نازل شد که حتی فکرش هم نمی‌کرد. الهام این درس مرسای وکالت تو خوب خوندی؟ آره بابا این نمرهات نباشه. مگه به نمره‌ست داداش؟ گند نزنی. وا داداش، تو تا حالا دیدی من تو پرونده‌ای ببازم؟ نه ندیدم، چون این اولین پرونده‌ت. من بدبخت شدم. این اصلا نگران نباش، دارم یه دفاعیه تنظیم می‌کنم. قطعاً حبست از 10 سال می‌رسونم زیر 5 سال. ممنونم. با توجه به دفاعیات جدید مندرج در پرونده، مدت زندان آقای امیر مسیبی فرزند کریم از 10 سال به 15 سال افزایش می‌یابد. خواهرم عزیزم پاره تنم نفهم بی خیال شدی که خودم 5 دیگه میام بیرون. داداش من 10 روی پرونده تو زحمت کشیدم، اینه جوابم. آخه این چه کلیدیه که تو به پرونده من بدبخت کردی؟ چی میخوای از جون من؟ میخوام واخواهی کنم، حبس تو بشکنم. تو فقط اعتماد کن داداش، فقط اعتماد کن. ممنونم. بر اساس واخواهی مجرم و قرائن و امارات جدید، مدت زندان آقای امیر مسیبی از 15 به 32 افزایش می‌یابد.
داداش سهم الارث تو ریختم اینجا. سال دیگه که از زندان اومدی بیرون بزن به زخم زندگیت. منم فردا برمیگردم سوئد. میگم داداش میذاشتی پرونده تو یه پیگیری دیگه میکردم. نه. خواهش میکنم این پرونده رو از اینی که هست سنگین ترش نکن. حتم دارم یه بار دیگه بخوای از من دفاع کنی همینجا دارم میکنم. دور از جون داداش. حالا این مؤسسه مالی اعتباری اعتماد قابل اعتماد هست؟ خیالت راحت باشه داداش. تحقیق کردم معتبر معتبر. چرا از این بانک های معمولی نذاشتی ملی؟ سودش بالاتره داداش. مطمئنه دیگه. مطمئن. این از ماجرای امیر خان. ماجرای بهرام از مراسم بدرقه پدر نامزدش که عازم سفر حج بود شروع میشه. قسمت همه ما بکنه صلوات بلند خط کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ناز نفست واقعا ناز نفست رمضان علی. خواهرها برادرها قسمت ما شد بریم خانه خدا. انشالله قسمت همه شما ها بشه. الهی آمین. اگر خوبی بدی دیدید حلال کنید. الهی آمین. اگر هم که کسی طلبی داره بگه ما بهش بدیم مدیون نشیم. الهی آمین. یا الله یا الله باجود به عزت و شرف لا اله الا الله. دکن کتن دیوانه بگی بیتی بری. نه آجا اونگه لبیک اللهم لک لبیک. بله 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 لبیک اللهم لبیک. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا نگهدار. آبا این چطر رو سر من نچه کن. بله های اخی جانم حسنا باشید. میگم حالا که دارید میرید مکه فکر نمی کنید یه چیزی یادتون رفته؟ چی آقا جان؟ یه حسابی ما با هم داشتیم. ای خاک عالم خدای من. ببخشید ببخشید. دخترم صفورا بیا بابا. جانم حاجی بابا. شما نزدیم. دخترم تو دوتا بالش پول گذاشتم. از یکیش 15 میلیون بر میداری میدی با آقا شعبان. ببین رسید یادت نره. حتما خیال شما راحت. خدا پشت پناهتون. خدا نگهدار. خدا پشت پناهتون. اجازه بده بارا دیگه سفورا به باران به دریا به هر کس که رسیدی بگو من عاشقتم. حتی به اون بالشای بابا. بهرام جان دست شما به بالش پدر من نمیخوره. کلن در زندگی ماندی معطل بمانی معطل نمانی معطل. عروسی کنیم عروسی نکنیم بگه نمیخوای عروسی کنی. من میخوام آیفون 10 داشته باشم بنز داشته باشم. منم میخوام ولی پدر من بفهمه ما دست به اون بالش زدیم تو رو قیمه قیمه میکنه منم میکشه. کاش از همون همدان من زنگ گرفته بودم. دختراش لاقل به حرف مردشون گوش میدن. سفورا عزیزم نگاه کن ببین بابات الان اون بالای بالاست. یه چیز مهمش این زمین مونده. برام خجالت بکش برام. بالش پدر من خط قرمز خانواده ماست. یه دستی بهش بزنیم اون دیگه نزنیم. آقا خط قرمز ای. ما میرم همدان. برام ها برام اینا به جون پدرم بست استا. زمین سر دورایی رو فروخته باد ندیا. سفورا محسسش توی تهران اینجا که نیست علیکی باشه که روی 400 میلیون 30 میلیون یه ماه سود میده. تا بابات برگردن من کل این پول رو برمیگردم سر جاش. بعدش هم یه پراید میخرم اسنپ کار میکنم تلاش شبانه روزی آیفون 10 و من و بنز و منز همه چی میخرم بعد میریم سر خانه زندگیمون دیگه. تو کشتی منو با این آیفون 10 و من و بنز و منز. برای مطمئنی معتبره؟ معتبره دیگه معتبره. تلویزیون ویلان مانده داره تبلیغشو میکنه دیگه. و اما ماجرای خودم. من محصولات مکمل بدنسازی از چین می آوردم و بین یه تعداد باشگاه توزیع می کردم. میترا جون 20 تا پک حرفه‌ای هورمون برات آوردم که دیگه این دفعه بچه‌ها بتره کنن.
دست درد نکنه. چقدر هم همه از تاثیر آمپول قبلی راضی بودن. میدونی که البته 6 ماه مداوم استفاده کنن بدنا میشه مثل سنگ. عصب دیدم که دارم میگم محکم. ای بی شرف. سلام الناز. سلام زهر ما. ببین ماما چیکار کردی؟ زندت نمیذاریم تو رو. اینا چرا شبیه زنای ناصرالدین شاه شده؟ کار آمپولای توئه. آبرومو بردی. حالا 100 میلیون خسارت دادم. بیچارهت میکنم. بابا. خود مستر چانگ از همین داروها استفاده میکنه. تمام برای بچهای فیتنس چین برو بپرس از همین دارو استفاده میکنن. شما حتما رفتین درکه بالمرغ خوردین. بالمرغ هورمونیه دیگه سر صورتتون مو در. چی میگی بابا؟ واسه آمپولای توئه مرد که کلاوردار. کلاوردار؟ درست صحبت کن. اینا همه برچسب داره. اینا همه قانونن داره وارد این مملکت میشه. من بذار مثلا با خود مستر چانگ صحبت بکنم. از خودش میپرسیم خیالمون راحت شه. من اجازه بدین بعد بهتون ثابت میکنم که اینا همشون درسته. مستر چانگ نیاو این جواد هند نو خواهی دیگه چی چوب سیانه نیا آدی هم نیم دلیم هیا او من خواهیو مما حنین هنیره دستم نیو هما یا او نو نیو هم هونیه هونی او نیو دیمیو هن کمینه نگونی آیه نیو ما کمینه چیز فوانی ممی آیه هون هم یه بونی هیا او نیا او نیو منه یه 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 او کسفر بابا این میدونی چی میگه؟ این داروها برچسباش اشتباه شده، یعنی زنون مردونه قاطی شده. وای بیچاره شدیم. حالا باز بعض شما خوبه. من از اینا 200 پک برای باشگاه حمیدینا فرستادم. اونا جواد باشنا... جانم ایه عباس آقا. عباس آقا مرز ببین چیکار کردی؟ نامزدم ولم کرده، بابام سکته زده، الان به بچه‌ها میگم یه فس کتک بزننه دوم بریده. نه قربونت برم عشقم، با هم دیگه منطقی صحبت میکنیم. کسافت. چرا شما همه صداهاتون اینجوری شده؟ بگیرین این زلی مرده رو. نیمو به من میگه عشقم. رفتم خونه ساکم و بستم و دفترچه پس اندازم و برداشتم که حسابم خالی کنم و یه مدت برم شهرستان جایی تا آبا از آسیاب بیفته. سلام جواد جون، صبر کن، اومدیم یکم از هورمونای خودتو به خودت بزنیم، عضله بیاریم مثل اصل. نه من عضله هم خوبه. بایستا بیتم بلنه تو در ندارم بایستی دیگه. خدا بگم شکارت کنه الهام. نکنی کارو. میخوام خودم آتش بزنم. چرت میشی بابا. آتش بزنم. چی شده؟ خودم آتش بزنم. صبر کن بابا جان. پول منو خوردم. میخوام خودم آتش بزنم. چی داری میگی؟ چی شده؟ خودم آتش بزنم. خودشو آتش میزنه. برای چی پول منو خوردن؟ همین مؤسسه مالیات پول منم خوردن. شما پول گذاشتی ای خاک به تو سرت. پول شما رو هم خوردن آقای معتز. ورشکستگی مؤسسه ما سه نفر رو به هم پیوند داد چون هیچ کدوم جایی رو نداشتیم. امیرخان جز خواهرش که سوئد بود کسی رو نداشت و اقوام دورترش هم به خاطر سابقه و دزدی مسلحانه حاضر نبودن راش بدن. بهرام با گند زدن به پولای پدرزنش از یه طرف آبروی خانواده خودش رو برده بود و اونا طردش کرده بودن و از طرف دیگه جرأت روبرو شدن با نامزدش و خانواده‌اش رو نداشت. سلام، ما اینجا جلوی مؤسسه تجاری اعتماد هستیم. این مالباخته‌ها جمع شدن دارن شعار میدن که انشالله بتونن پولشون رو از این نامردا پس بگیرن. عاشق تمسا خانومی ما سالونه جان، من امشب ممکنه دیر بیام، تو شامتو بخور بخواب. برای خانومم فیلم میگیرم ببینه اینجا چه خبره. خدا حافظ، اینجا همه چی شلوغه. حتی اگه بمیریم
پولا رو پس میگیری. حتی وقت بگیری پولا رو پس میگیری. تیکه به تیکه میشیم پولا رو پس میگیری. تیکه به تیکه میشیم پولا رو پس میگیری. یا مرگ یا پولامون. 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 قربونت برم. اگه مادرت کشته اینجوری داری گریه میکنی بخواد بزنی. من حاضرم مادرم بمیره ولی فقط پولامو پس بگیرم. بارک‌الله آفرین دمت گرم. به این میگن عزم راسخ. این حاضر ننش بمیره ولی پولاشو زنده کنه. سلامتی خودشون و مادرشون یه صلوات جلیل خط کن. اللهم صل علی محمد. فقط 300,000 تومانمو بس بدن. آفا چقدر؟ 300,000 تومان. یا پایین بابا. یا پایین. دور گم شو. نفر 1000 تومان جمع کنیم یا چه بدیم بره. آقا چرا مسخره میکنیم؟ اون 300 تومان کل زندگیم بود. آقا حق داره. چرا؟ حق داره. یک تومنم یک تومنه. یک تومنم یک تومنه. یک تومنم یک تومنه. کرامت کرامت پولو بده کسافت. کرامت کرامت پولو بده کسافت. تشریف آوردن به افتخارشون لطفا. حق لازم نیست. لازم نیست. افتخار مفتخارم نمیخوایم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا که بنده خیلی متاسفم. میدونم با اتفاقاتی که افتاده زندگی شما متلاطم شده. باز هم متاسفم، اما باور بفرمایید که درد من و خانواده من کمتر از شما نیست. خیلی درد من. پس خبر نداری. عکس خانواده‌ات کنار آبشار نیاگارا مشغول درد کشیدن پخش شده قربان. بله بله همینطوره. بله ما خبر داریم. من مثل مسئولین دیگه کتمان نمی کنم. خانواده من در نیاگارا بودن، اما سفیر فرهنگی عزیز کشورمون بودن و اتفاقا سفرهای گویایی بودن. بله بله. این چیزای دو تیکه صورتی می پوشن همه خبر دارن. ای سفیر صورتی برگرد بیا لعنتی. ای سفیر صورتی برگرد بیا لعنتی. دلهای ما طلبکارا خونیه. این کرامت کو کوتا پولو پس بده. این چیه نوشته؟ بده. کرامت کرامت سلام ما به احمد. کرامت کرامت سلام ما. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. شما هم لطف کنین سلام بنده رو به متعلقینتون برسونین، علل خصوص شما. شمایی که تیشرت مشکی تنت عکس اسکلت روشه. دوستان با این شعارا کار درست نمیشه. بنده به عنوان رئیس این مؤسسه تنها قولی که میتونم به شما بدم اینه که ظرف 6 ماه پولتون تو جیباتون باشه. تا 6 ماه دیگه ما هیچی نداریم بخوریم. 6 ماه 6 ماه من نمیتونم صبر کنم. من کجا بخوابم توی 6 ماه؟ این بچه من عمل داره. تا 6 ماه دیگه بچه من مرده. حالا اگه تو این 6 ماه تحصن کنین، تجمع کنین، تظاهرات کنین، نشست بذارین، جلسه بذارین، هیچ اتفاقی نمیفته چون پولی در بساط نیست. شما فقط ما رو دشمن شاد میکنید. بچه های شما لایه دشمن ها بندری میزنن. شما نگران مایی؟ بله بله. کرامت کرامت ای توف به اون مرامت. کرامت کرامت ای توف به اون مرامت. ای توف به اون مرامت. کرامت اون آقای بدبخت. اجازه بدین اجازه بدین. مثل این که با شما با رفعت اسلامی نمیشه حرف زد. علی ببینم رفعت اسلامی اسم یه خیابان نبود؟ وحدت اسلامیه بابا. با پول خودمون رفتی بادیگارد استخدام کردی که ما رو بزنن. ای توف بر اون مرامت. توف هیچ استخدامی در کار نبوده. این دوستان به صورت خودجوش به بنده مراجعه کردن مکررن و شاکی بودن از شعارهای مستهجنی که شما علیه بنده میدین. شعار ساختن کاری نداره آقایان خانوما. دقت بفرمایین. این عزیزان شریفن، همه تونو حریفن. این عزیزان شریفن. اون اونا اوزا خیته. شعار نرمش کن. شعار نرم چی میزه؟ حرفی باشه. کرامت کرامت عسل بریز رو خامت. کرامت کرامت عسل بریز رو خامت. کرامت سن تو برم نمیگذرم. نمیگذرم خب دوست دارت کنن جا خالی میدی؟
خیلی خوب. چیز بد که نه توف میکنم. آدمت گم تو هم اومدی بالا؟ همین بالا هستم. چیکار کنیم؟ یه بریم. بریم؟ یه بریم. بریم. آه من بریم. آقا کجا میریم؟ یه جای خوب. بلا. کجا؟ بریم. یه بابا بیا بریم. باشه. جواب نمیده؟ این هم نوشتم حدودی کافی نمی... چیکار کنی؟ این چی؟ این بدله. این چی؟ اگر نه اینا بدل هم 2000 نمیاد. این اینا همه بدل هم. چی اصله؟ کجا بخوابی؟ تو این مدت پولای خودمون و پولایی که تونسته بودیم از این و اون قرض بگیریم و خرج مسافرخونه و غذا کردیم رفت. بالاخره پولامون ته کشید و چوب خطمون هم پر شد. نه اصلا امروز چندومه؟ نه قمری ها میگم امروز چندومه؟ خب من تا آخر زیاجه برمیگردنم این پولو. الو سفورا، سفورا آخه گریه نکن. شب بخیر آقا جواد، شب بخیر آقا بهرام. صداهای ناجوری اگه از من شنیدین از حالا عذرخواهی میکنم. میدانم سفورا. الو و این گوشی من دعاقان من آخر از دست این گوشی سر کچلم میذارم به دیوار خودمون میترکانه. ما سر جام نشستم میگه به راست بپیچی. این چه گوشیه؟ چیه؟ اینجا میخواه بخوابی؟ از هر بر داری برچانسی میگه بابا. شبت بخیر. شب بخیر. شبا توی پارک نزدیک مؤسسه میخوابیدیم و روزام میرفتیم دم مؤسسه. یه حمام درست درمون هم واسمون شده بود آرزو. بعد جوری به فلاکت افتاده بود. طرف دیگه پیدا کردن غذا هم واسه همون شده بود معضل. کرامتی بی همه چی. چقدر گوشنمه. میگم یه پیتزا یا اینا نگیریم ها. چیا؟ اینا بدم نیستم. خب من براتون میگیرم. الان خودم میرم میگیرم. نگرم نباشی. بزا منم بیام به تو نمیدم. من متعهلم. منم بیام. سلام عرشد خانم ها. با عرض سلام و خسته نباشید. چی می‌خورین؟ قارچ گوشه یا گوشت قارچ؟ پیتزاه. آقا برو ما زمین نشو. اگه به من پیتزا بدی من بهتون شامپو میدم. شامپو تخم مرغ خوبه. برو آقا ما زمین نشو. بعد حرف می‌زنی ها. بعد حرف می‌زنی. می‌زنم بری آسمون با برف سال دیگه بیای پایینا. چقدر قیافت آشناست. خواهران منصوریان درسته؟ من گشنم نیست، تشنه به نوشابه میخوام. بگه منم یه جا دیدمه، سبز میدان همه دا درسته؟ اون چه سبزی خورد میکنم. امیر خان بیا کمک، اینا سه نفرم و دو نفریم. من که دیگه گشنم نیست. اون بچه رو ولش کن بیا اینجا. ضربه اولت بی هوا بود. بیا بیا با شما هم بیا. فقط دونه دونه میشه دیگه؟ نمیشه. امیر خواهد چرا سوت میزنی آخه؟ چطور مگه؟ من آب میخورم، خرکی نمیخوره. آقا زدن اون ولی دمشون گرم، این پیتزاها رو گرفتم. دمشان گرد، دمشان گرد. آقا جواد فکر نمی کنی بچه های باشگاه بی خیال خوری زندگی شده باشن؟ نه بابا راست میگه، خیلی وقت گذشته، شاید یه ها بی خیال شدن ما بریم اونجا تلف بشیم. بی خیال نمیشن، ممکنه بی خیال ماشینم شده باشن. در دیگه
خب اونم خوبه دیگه. اونم خوبه. شما گفتی بلدی ماشین باز کنی؟ زیر ده ثانیه. ایوان. میشناسمش. هم سن و سال همین. چه روخی داره؟ اون پشتشه. اه پشتشه، بابا کم جلوش. خودش در رو برای ما باز میکنه. آره. راحت باز میشه. سلام، سلام، سلام. بسم الله. بفرمایی چو؟ سلام، بفرمایی چو؟ بفرمایی چو؟ بفرمایی آه. بفرمایی. قارقور شکم میده؟ منم خیلی گشنمه. آقا چی کار کنی؟ یه بابایی هست، یه مغازه قدیمی داره، مال خره. آمارشو دارم، هنوزم هست. ما میتونیم زاپاس، باپاس، قالپا اینا رو بدوزیم. بدیم بهش یه پولی ازش بگیریم. بد نیست؟ بد نیست؟ یعنی بعد یه عمر زندگی شرافتمندانه الان بریم دزدی کنیم؟ خفه بابا، تو شرافتمندانه زندگی کردی؟ بله که شرافتمندانه زندگی کردم. کی پول پدر زنشو بالا کشید؟ بالا نکشیدم آقا. دادم مؤسسه، مؤسسه بالا کشید. مجبوریم، وگرنه باید گشنگی بکشیم. راه دیگه یه هست؟ بله یه راه دیگه هست. چه راهی؟ اینی که پدر زن من دیشب از سفر معنوی حج برگشته. این مطمئنه حالش دگرگون شده. یه زنگی بهش میزنی، من طلب بخشش میکنم. بعدم میگه یه باقی داره، تا زمانی که مؤسسه کارش را بیفته میتونیم اونجا بزنیم. خب اگه بشه فکر بعد این 100% میشه. فقط این تلفن لامو رو بعد اگه درست بشه آدمش بیز 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 بشه. الو سلام حاج آقا، حال شما خوبه؟ رسیدم به خیر باشه حاج آقا. ببخشید حضوری نیستم خدمت شما برسم. این باهوشمندانه بازگشت شکوهمندانه جان. بله صحیح. خیلی ممنون. بشین بابا. خب حالا چی باید بدازیم؟ لاستیک زاپاس. پیشرو حضور پلیس گزارش شده. خفش کن اینا. میخوام برم اسنپ کار کنم، ویزم برای او ریختم رو گوشی. الان گوشیم قاطی کرده، هی برنامه هم خوشبا میشه. خب داشتی زر زر جک و قالپا که برداریم، بعد از دو هفته میتونیم شکممون رو سیر کنیم. امیر خان الان این ماشین خواهر خودتم بود، همینجور میزدی داغانش میکردی. آرزو خواهرم ببره با تو، حواسم پرت نکن. مگه رضایت ندادی تو؟ با این اصل نامردیه. آه خواست شد، خواست شد. چه زاپاس نوعیه جک، چلو کباب میخوریم. من باز بنام کن. بیا. ای بود ترهت، ای بود نقشت، داشتی دستی دستی مینداختی ما زندان. برکن یه قرار. آقا میرفتم زندان از شر این قاره قوره شکمیتم راحت میشدم. آقا بسه بابا، کوچیکتره بس کنید. ای بزرگترته خجالت بکش. آقا من دیگه با شما کاری ندارم. نداشت که باش. من اصلا چرا با شما اومدم؟ بعد میموندم، دستگیر میشدم، میافتادم تو آلاسکا. آلاسکا کجا؟ زندان. اونجا صبحونه، شام، نهار مرتب، تخت خواب، وی آی پی، یه مشت آدم های حسابی. نه مثل شما گورگره. پس ما چی؟ ما هم هستیم، ما چیکار کنیم؟ آقا چی بیان برید خرج دوست داریم بخوابی بیابون چی؟ آقا چرا تناخوری میکنی؟ من هستم آقا، هر چی بگی برام هم هست. نه آقا من نیستم. هستی آقا. من نیستم عزیزم. خوبه آقا چیکار کنیم؟ میریم تو
روز روشن. یه سرقت میکنیم به اندازه 6 ماه هست طبق ماده قانون 37 هستی؟ هستم آقا. عالی. خیلی خوب. عالیه دیگه. بریم دیگه خوبه. بزن. بلش کن اونو. بزن. بلش کن. بریم بابا. بریم. چه کنم چه کنم باید خدا. بلش کن. آقا منم دارم میام، منم میام. آقا کجا هستی شما؟ امیر خان تا خود صبح از خوبیای زندان بود. اینکه اونجا خرش میره و نمیذاره بهمون سخت بگذره، اینکه وقتی آزاد شدیم اگه چند سال خلاف نکنیم سوء سابقه‌مون هم پاک میشه. حرفای امیر خان و فلاکتی که توش بودیم باعث شد بالاخره رضایت بدیم که یه خلافی بکنیم و یه مدت بیافتیم زندان تا تکلیف پولامون تو مؤسسه روشن بشه. چی شد؟ خودشه. این؟ آره. راست کار منه. بیا. ماشین مورد نظر اینه؟ آره. این وامانده را که اسنپ قبول نمیکنه که. قدیما من همین قدیمی ماشین رو وامانده میکردم دیگه. بیا اینا بخور. آقا سرقته. سرقته. خدا قوت. قربانه. سلام خسته نباشی. دیدم. 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 او داره صاف صاف را میره. همه پولا رو دزدیده. اون وقت ما برای که از آوارگی در بیایم باید بریم چه میدونم دزدی کنیم که گشنگی نخوریم بریم زندان. با تو هم میفهمی چی دارم میگم. بریم بذار کارمونو بکنیم. سلام علیکم. با اون سخته، با سویچ راحت تره. آقا امیر خان این همه ماشین سیمتو کردی تو ماشین روحانی. حالا چه خوبه. آقا ببخشید من از سال دوم ابتدایی مکبر بودم. سمع الله لمن حمد الله اکبر. آقا رکوع هم اینه دیگه درسته؟ قنوت. قنوت هم اینه. شما خجالت نمیکشید؟ چرا؟ تو روز روشن دزدی میکنی؟ بله کار زشتی. واقعا نمیدونست ماشین مال شماست. آخه روحانیت که همش شاسی بلند و هیوندای و بنز و این چیزا سوار میشه. بس کن. از تمام مال دنیا همینو دارم. اینم دیگه نمیخوام. نمیخوام. آقا خوراک اسنپه ها. تعارف کنی؟ نه خیر آقا. نمیخوام. نه آقا چرا؟ وظیفه ما هدایت جامعه است. حتما کمکاری کردیم که مکفه بشه ماشین دوز. آه پلیس. آقا اشکال نداره. بگین ما دوز. سلام عرصو. سلام نباشید. شما خوبه؟ به موقع آمدید. ما آماده ایم برای بازسازی صحنه جرم. سلام آجا. سلام علیکم. مشکلی پیش اومده؟ بله با سرقت داشتیم دیگه. سرقتیه؟ نه خیر. ماشین رو هدیه دادم به اینها. هدیه کدومه؟ جانوار جان خوندی آجا؟ بینوایان. من حقوق خوندم. روز روشن دروغ. از دروغ اشد من سرقت. سرقت هو. حدیث جل نکن. آقا من ماشین رو هدیه دادم به اینها. آجا خواه اگه هدیه دادیم بچه رو ما داشتیم باسیم بازش میکردیم. باز میکردیم این ماشین رو. حالت جرم دست ما بوده. ببینیم بگیر بالا. سالش کن. اگه سرقتی پیش اومده گزارش بنویسم. بله سرقت. گزارش کن این عملا دزدیه. سرقت نیست. سرقت نیست آقا. من ماشین رو هدیه دادم به اینها. تا خدا بند از سر تقصیراتم بگیرم. طبق ماده قانون 37 ما مجرمیم باید ما رو دستبند بزنیم ببریم آقا توی جیبت من مقصرم. آقا شما مقصر نیستیم. ما داشتیم سرقت میکردیم. مقصر ما هستیم. نه خیر من مقصرم. آقا من مقصرم. شما رسیدیم ما اینجا در چه حالی بودیم؟ تقصیر از من مقصرم. اصرارم نکن. آقا مقصر ماییم. دیر مقصر. این حالش بد شد. آقا درسته. شما مقصر. درسته. آقا مرکز 25 مرکز سریعا یه خود رو آمبولانس اعزام کنید موقعیت. سلام خوش اومدین. بفرمایید. خسته نباشید. همش چند؟ چی احتیاج دارین؟ الان میگیم خدمتتون. برام جان. با سلام و خسته نباشید. این یک سرقته. اول این مارکت رو نه. چه کردی خانوم؟ جنگ میزدی پلیس میومد ما رو دستگیر میکرد طبق ماده 37. چرا همچین میکنی؟ آروم باش. چیزی نیست. برو یه تیکه چسب بیار من اینو برات میچسبم. من به این روز اولش ما میریم. اینو بده دست من چون نگران نباش. نه 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 ن
اینجا چه خبره؟ اومده بودن دزدی. با شوکرتون خدمتشون رسیدم. قبل اون شوکر من قاچاقو بردم. مجوز نداره. پلیسا بفهمن جفتمون زندانیم. صد بار بهت گفتم با این بیست تا بونده اینقدر بر نرو. الو سمن. ماشین بعد با سه تا گونی گوله بیا پشت سر جواهری. افشینم با خودت بیار. اومدی یا؟ سلام عزیزم. ما رو گرفتن کردن تو گونی. اصلا دلیلش مشخص نیست. اصلا شرایط خوبی نداریم اینجا. چی بود؟ خانم من شام میخورم. خودم بعد میام خونه. اینجا همه چی بو میده. خدا حافظ. تو گونی سلام سلام آقا سلام آقا ببخش هچی بازی که نیست خب نگفتین چی شده کی شما رو کرده تو گونی اینا سوال میکنی تو آقا راحت میشه بیادم آره باش بعد صحبت نکن الو ببین همین رو خفت کنیم چقدر میبرن برام باوت رو نکن کمه کمش 5 سال زندونی داره مادر من الان 2 هفته است برنامه‌ریزی کردم که همین امروز برم سفارت آتش بزنم اون وقت شما برای همین امروز عد همین امروز مهمون دعوت کردی آقا سلام برس مادر من آتش میزنم پای همه چیشم با میسم تمام آقا آدم با مادرش جوری صحبت کنه قبل والدین احسان چی میگی تو برواز سفارت کجا رو میخواین آتیش بزنی؟ به یاری خدا انشالله سفارت جیبوتی جیبوتی کجاست این چی؟ چرا؟ اگه خدا بخواد انشالله دست استکبار جهانی و امپریالیسمو که از آستین این جیبوتی بی پدر زده بیرون از مچ قطع میکنیم دوست عزیز اونجا آرنج امپریالیسته مچ پایینتره شما؟ آناتومی امپریالیسم خوب میفهمی ها کی هستی تو؟ بیا پایین نگردار نگردار بیا پایین بیا پایین بیا پایین کی هستی تو؟ شهرستان اومدن موبایل من تازه خرابه هیچ کاره است ما خود ما چی نیست آقا ببرین شما هر کاری دوست دارین بکنید قطع کنید بله میبریم کیفش هم میکنیم حتی اگه قرار باشه مثل چند سال قبل بندازنمون زندون زندون؟ دوره ما تشویقم میکردن واقعا؟ آقا نمیشه من با شما بیایم ما میتونیم کمک کنیم اونجا من شعار میتونم بدم محکم امتحانی بریم بینم بله بله پس همه با هم مرگ بر لیبوتی مرگ بر لیبوتی بگو آقا شعار ما مرگ بر لیبوتی شعار این بانوان مرگ بر لیبوتی شمارت رو میدیم ما مرگ بر لیبوتی شعار هر کارتون خواب مرگ بر لیبوتی مرگ بر لیبوتی ما اینجا کنار سفارت لیبوتی مردم جمع شدن دارن شعار میدن من توی این گردهمایی پرشور یکی از مسئولین شعار هستم بهش میخونید یکی دوتا شعار بدن مردم جواب بدن امین خان بلنگ رو میدین من لیبوتی لیبوتی کشور قد قوتی لیبوتی لیبوتی کشور قد قوتی لیبوتی هم یک دفعه زده ما شد بادمجونم قاطی میوه ها شد لیبوتی هم یک دفعه زده ما شد بادمجونم قاطی میوه ها شد اینا رو به عشق خودت فقط گفتم همه سالومه دوستت داریم سالومه دوستت داریم سالومه دوستت نه 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 نگران نباشی سالومه کیه؟ سالومه خانوممه خواهر شماست خانممه آره دارم براش فیلم میگیرم در عجب معنوی اینجا لیبوتی شریک باشه کرامت پیوندتان مبارک لیبوتی کرامت پیوندتان مبارک گونه آقا کرامت کیه این اراجیف چیه داری میگی همه با هم مرگ بر لیبوتی مرگ بر لیبوتی نزن آقا سیروس به لطف خدا لیبوتی اسخایی کرده قرار با هیئت امرا بیاد واسه مذاکره بابا چهار چیز سرش کن نه آقا توپ تانک فش فشه سفیرشون خسیسه توپ تانک فش فشه سفیرشون خسیسه باشه نگو آقا شهرام جان
شما مطمئنی؟ بله آقا سیروس، گفتم بیام بهتون بگم که رابطه رو مکدر نکنید. والا هیچ کس موافق این کاری نیست که شما دارید انجام میدید. دروغگو! 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 ما رو زندانیم قضیه حساب کردیم. از سفارت که خیری ندیدیم، واسه همین با راهنمایی امیر خان یه نقشه جدید کشیدیم. سفارت به انوار متفی شیشم بشکن طبق ماده قانون 37 محکوم میشیم از 3 تا 6 ماه. یون جد مگه زیاد شده؟ چیکار داری میکنی؟ چه خبره؟ مگه ماشین مال شماست؟ طوریه؟ نارنجی بهتون نمیاد قربان. زرت پت نکن، چه مرضشی ماشین ریختی کردی؟ یه مرضی داشتم، زنگ بزن پلیس بیاد. پلیس نریم، 5 تومن خرج ماشینه بده بیاد. این آقا 3.5 خرجش بیشتر نیست. تو اصلا 3 بده. ندارم، زنگ بزن پلیس. نداری مرض داری نرخ تعیین میکنی؟ با من دارم اینو بیارید. برم بهتر کنم شما. بیشو یعنی چی؟ طبق ماده قانون 37 مجازات کیفری ما محکوم میشیم از 3 ماه تا 6 ماه هست. برای اینکه بشه 6 ماه صبر کن. آقا بیا برو، بیا برو اینجا با این نصیب کن. بریم بریم. یعنی چی بریتان؟ مثل تیر برق واسطه اینجا؟ بردار ببر ما رو کلانتری، دستگیرمان کن. عزیزم چرا ببرم کلانتری؟ این روزا فشار اقتصادی رو مردم هست، ما این موضوع رو درک میکنیم. میدونیم که آدم میخونی عصبانی میشه، واسه همین میگم که برید اینجا وای نست. برید اینا رو باش، مثلا پلیس هم پلیس های قدیم. بابا دوز حاضر، بوز حاضر، برداریم ببرید. پلیس یه زمانی باید چشم پوشی بکنه. بفرماییم بریم. موفقیت آسون به دست نمیاد. ما تلاش کردیم، موفق شدیم که دستگیر بدیم. آقا بریم زندان یه استراحت درست حسابی بکنیم. بله. آقا کی میرسیم؟ من تو زندگی دو تا آرزو داشتم، یکی اینکه سوار بنز بشم، یکی هم موبایل آیفون داشته باشم. بنزو که الان سوارم، ان شاءالله آیفون هم به زودی میاد دستم. این بنزه؟ بچیه سمند. این سرکار ما کجا داریم میریم؟ از شهر خارج شدیم. پایگاه ما بیرون شهره، مشکلی داریم؟ اوه 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 آقا نه، خسته نباشید، واقعا زحمت. دیدین چی شد؟ آقا معذرت میخوام، همکارتون مثل این که داره مواد مصرف میکنه ها؟ داره. آره؟ خب خدا. این چیه؟ چی؟ این که دست خود شماست. این؟ گله. حواست باشه، گله. دوست عزیز، این دوست عزیز پشت فرمان گل میکشه، من نمیفهمم یعنی. ببینم بوش هیچیه دست شما. پودر محبت. پودر محبت؟ آقا من دیگه حرفی ندارم، دیگه حرفی ندارم. من نگرانم. آهنگ چی دوست داری مردم بزنم؟ بزن. آره آره یه آروم باشه، فقط کنترلتون رو از دست ندید. شیشه ها بالا. شیشه رو برای چی میدی بالا؟ خوبه، منو یاد ایام جوانی رو انداختی. مرکز سند 1 مرکز بوشم. خودروی انتظامی اعلامی با پلاک شخصی مربوط به افغازی رویت شد. چی دستور میفرمایید؟ صادق بردون بالش، بردون بالش. Thank you.
جناب سروان عزیز روزا رو بفرست عقب. با آقا اینا هم کاراتی من چی میگه؟ میگه بزن کنار شوخیه هاشون هم شوخیه های پولیس. رفت راست بقید آقا خوب بقید. آقا من میگم پیاده شیم پنج به سه بگیریم لش. مرکز سهند یک قدرای مورد نظر سه تا سرنشین عادی داره که دستاشون رو با دستمند بستن. چی دستور میفرمایید؟ این دنبال بازی تشنمون کرد. کیا پیوه میخورد؟ ما آقا یه آبتالای فروشون جلوه من خیلی سریعه. آقا دیدم سیموز میخواستم بادم برات بگیرم. ای بابا اینا چقدر با معرفت هم ما راننده نداره الان کپ الان راننده نداریم دستمون هم بسته هست چرا بود؟ سب کن بیارم بخوری ما پیبرو بعد یه فکر آره برم مرحله بعدی چیه؟ بازی آبی بریم. بازی آبی دارین؟ آقا درو بکنید. نه دست من درو بکنید. آی دستم. آی دستم. آی. خوش به حالشون. تو اتاقاشون گرم و نرم گرفتن خوابیدن. خدایا یه زندان ما دریغ میکنی. چه گناهی کردیم به درگاهت خدا؟ نه باش. بعد وقت داشته میرفتم مکه پولشو پیچوندی چه گناهی کردیم در حقه؟ آقا این دوز، این بیشعور، این احمق خودت چی؟ من چی آقا؟ با یه چینی بیشعورتر از خودت رکتی رو هم گن زدی به هرمون جوانای مردم. هم به هرمون مردم چی کار داری؟ به جای حرفای راهکار پیدا کن. باشه آقا. آقا شانسمون زده راهکار عروسیه؟ نه سر دو بگیم. شب ما رو توی مهمونی گرفتن. آخه این جوونا کجا خودشونو تخلیه کنن؟ کجا خالد؟ این خانممه عزیزم. به بابا بگو سند بیاره ما رو آزاد کنه. قربونت. اوضاع قمر در عقربه. خدافه برادر. خیلی دوستت دارم برادر. اینجا برو داخل دیگه با ذکر یه صلوات بر اینجا برو تو. آقا الله آقا برو داخل.
چرا تبعیض قائل میشین؟ برای چی تبعیض قائل میشین شما؟ آخه شما قیافتو بینو نمیدونید. ما سه تا با اینا بودیم دیگه. اصل جرم ما انجام دادیم. پدر جان شما قیافت به اینا نمیخوره. شما فردا سند بیاد واسه بچه‌ها رو. سند چی؟ خودش مجرمه. هم مجرمه. الانم سه نفر. دفعه بعد اگه اومدیم اول نفر شما. بذار آقا از اون بالا دیگه. سه نفرید. اون بنزا خالیه ها. آقا سه تا جا ندارین آخه. حداقل لوکیشن بدیم ما خودمون بیاییم بابا. این همه ماشین داره خالی میره. نگاه 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 بنز داره خالی میره. آقا تقصیر خودتونه دیگه. من میگم سریعتر بیایم پایین. به ما چرا؟ ای آخر بریم بریم. قربونت برم. خواهش میکنم بشین. الان چریم بریم. خب میگم تقصیر خودته دیگه. او باز کن دیگه. آخ چرا انقدر میزنین بابا؟ دوباره دست از پا درازتر برگشتیم پارک همیشگیمون. قرار شد بخوابیم و فردا دوباره واسه زندان افتادن یه برنامه ای ترتیب سفورا الان سفورا چیزی گم کردی پدر جان؟ دنبال چیزم میگردم. چی؟ بابا نیم ساعت پیش مامورا ریخته بودن تو پارک. ای بابا چرا همچی میکنی مرد حسابی؟ بیره مرد ای سنوسانت خجالت بکش. ای چه کاری داری میکنی تو الان؟ بابا جا من دنبال چیزم میگردم. چیز چیه؟ بابا اینقدر مواد کار گذاشتم تو جیبه الان پیدا میکنم میرم دیگه نوچرتم. جای دیگه نبود کار بذاری؟ نه بذار پیداشونم میرم دیگه. خود کارتو تمام کن برو. قربون آدم چیز فهم. عمو چی بابا؟ تازه دوماده. برو بابا جان برو. باشه چش همین الان. چرا بازی بازی میکنی؟ بابا الان پیداش میکنم دیگه. آه نه ای وای ای وای دیگه نبینم ادا. نه نه ببینم میتره کنم ادا. نوکرت هم هستم. سهم ما چی؟ چایدی کوفتت بشه. چایی میدن؟ چایی میدن؟ چایی میدن؟ اتاق بغلی آجونم در اومد. بارون گرفت. بارون گرفت. بچه ها میگم هر شب بیایم تو همین پارک بخوابیم. صبح خوبی داره. آقا من با اینا بودم. چرا نمیذاری؟ عزیزم ما جشن آبی بودیم. ما بودیم تو جشن آب بودیم به خدا. ما بودیم شاهد داریم. خانم شما شاهدی من رو شما آب نریختم. نه این بنده خدا ها نبودن. نه من ده 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 من چی من نبودم. آقا من شما آب نبودم. من چی من نبودم. چرا دروغ میگی؟ من رو خودت آب ریختم. من با همین مقفا نزن تو سر شما. آقا وقتی نبودیم من با این زدم تو سر شما گفتم برو در خودت رو زنگ بزن به صدا در یادتون نیست؟ چرا حق و ناحق میکنی؟ آلت جرم هنوز دست منه. آقا یعنی چی میگم شما میزنی؟ شما داری حق و ناحق میکنی؟ میفهمی؟ بفهمم. با خودم رئیس جشن ها بودم. جانم من اخلالگرم. بی خودی جوش نزنین. من با افسر صحبت کردم. یکی دو روز بیشتر اینا رو نگه نمیدارن. ما باید بریم اونجا که پول ما رو دزدیدن. حقمون رو از اونا بگیریم. یا میریم زندان یا پول خودمون رو میدازیم. خب یا چجوری آخه؟ بیا بیا میگم بهت. ما میرفتیم دو روز غذا مفت میخوردیم آخه. امیرخان ما رو بردن مؤسسه مالی وطن. مؤسسه‌ای که کرامت و رفقاش بعد اعلام ورشکستگی مؤسسه اعتماد راه انداخته بودند و باز داشتن پولای مردم رو بالا می‌کشیدن.
پولا رو که اینجا برداریم انگار پولای خودمون رو از مؤسسه برداشتیم، چون اونجا و اینجا مال کرامه. آقا به فرض موفق هم نشدیم میریم زندان دیگه، راه حل آخر دیگه طبق قانون ماده قانون 37. آه 37 درسته. خب این بانکه. آه بله، ما وارد میشیم خونسر. نفر اول میره جلوی گاوصندوق میشینه. اون نرم نفر دوم میاد کنار نگهبان وامیست طوری که اون شک نکنه. این منم قرمزه، منم رنگ قرمز. نفر سوم که من باشم میرم جلوی رئیس. اونقدر صبر میکنیم تا یکی به هر دلیلی بیاد در گاوصندوق رو وا کنه. آقا نعیمت چی؟ میام. نه اصلا به فرض اگر ما رفتیم بانک هم پرت کرد. بله. رفتیم داخل بانک، رفتیم رسیدیم به گاوصندوق. نه من دارم حرف میزنم. اجازه بده من دارم زهر میزنم. حالا بعدن راجع بهش. نه اجازه بده. بفهمید قربان. پسته بازیه. سلام سرکار. بازی میکنیم. داریم چی میکنیم؟ داریم دوز بازی میکنیم. الان دوز بازی. دوز بازی میکنیم. بفهمید. ممنون. واقعا اگه این چیز گاوصندوق نبود چیکار کنیم؟ هیچ، با این اوضاع میریم یه روز دیگه میایم. خوبه. خیلی بزن خب حالا اگر آمدیم و پون تو گاوصندوق بود، آه نفر اول زود پولا رو برمیداره، نفر دو نگهبان رو خلاص راه میکنه، نفر سوم هم از سرش در میاره شلیک میکنه که بلبشو بشه. بلبشو شلیک؟ آه خیلی خوبه، نقشه عالیه. فقط میگی سومی شلیک میکنه؟ بله. با چی شلیک میکنی؟ اصلا مگه داری؟ نشون بدم. آره. بعد بچه‌شه. داریم تفنگ بازی میکنیم. نقش‌های کلاسیک نقش‌های خوبی هن، فقط یه بدی دارن، اونم اینه که خیلی ها اونا رو بلدن. ما رفتیم تو مؤسسه غافل از اینکه یه گروه دیگه با همون نقشه آماده سرقت بودن. اولیشون وایساده بود کنار میز نگهبان، دومی نزدیک میز رئیس، سومی هم کنار من که نزدیکترین جا به گاوصندوق. چیه؟ بابا آروم نشین دیگه. یکی داره میره سمت گاوصندوق. چی؟ آماده باشین. آماده؟ بازش نکرد لعنتی. گفتم میشه. آقا میشه خفشین؟ آم تلفن. ببخشید بابا هنسفری حرف میزنم. معذرت بخواهی نفری داره. یکی دیگه اومد طرف سر. یکی دیگه داره میاد سمت گاوصندوق. این دیگه فکر کنم در این داره در رو باز میکنه. خودت بیشتر زر میزنی الان من یه بار دیگه زر بزنی دهن تو خود بگیر. تو بگیر دست بگیر در در خود نه Ustedes, usted es una foto.
بله خواهش میکنم، جای تقدیر و تشکر. خیلی ممنون. یکی دیگر از عزیزانی که بجز امیر خان من رو در این ماموریت غیر ممکن همراهی کرد آقا جواد بود. به افتخارش دست خیلی بشنگید. کی خسته است؟ دوستان دوستان یه لحظه دوستان یه لحظه اگه این جواب مرد نبود من الان زنده نبودم. به افتخارش. خواهش کنم. اگر نهیدی کی اپو زد سر من؟ به 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 دلاوران سرمایه گذاران به نام یزدان پیروز باشید. به افتخارشون. جان خودم از وقت زدم آدم خدمت شما. بفرمایید. بیار جلو. چی؟ پیشونی. ماشالله فرزندانه. بفرمایید بیار جلو پسرم. باریکلا. پدر جان اینم خدمت شما. فقط تنگه. اب نداره همینجوری باشه. خیلی هم قشنگه. نه ولش کن آقا خراب میشه گل. به افتخارشون خواهش میکنم. به افتخارشون. امیر خان شکر این دلهای ما طلبکار خونیه اینو بخوان. نه بابا شما رو ول کن بریم لتو پارش کنیم بریم زندان. ها قربون دهنه. خب دوستان اگه گفتین اینا چی هم؟ جایزه. آفرین پسر. این از طرف مؤسسه خدمت شماست. با اینکه از این مؤسسه طلبکار هستین ولی رشادت کردین جون خودتون رو به خطر انداختین و این مؤسسه رو از یک دزدی نجات دادین. به افتخارش خواهید. ایول دم شما گرم. یعنی الان این طلبکاری ما داخل این کارته؟ ببینم اصلشه، سودشه، جفتشه، کدامه؟ نه دیگه اونی که خدمتون عرض کردم اونو 6 ماه آینده بانک مرکزی جبران میکنه. این یه هدیه خیلی ناقابل از طرف مؤسسه برای شما. بفرمایید. باریکلا بفرمایید بیا جلو. باریکلا بفرمایید پدر جان. مبارکتون باشه. پنجاه هزار تومن. عوضش نقده. همین الان برو بکش. کار شما اجر معنوی داره. خداوند همه ما رو به راه راست هدایت کنه. خسته نباشیم. به افتخار خودتون. عکساتو گرفتی؟ آبی افت. باشه دارم براش. دکتر شهرام ایام به کام رسیدن. به خیر آقا خوش گذشت. کم و کسری که نبود. آقای اسدالله ماجرای 50 میلیون دلار لو رفته. کدوم 50 میلیون دلار؟ یعنی تو نمیدونی؟ به روح مادرت اگه بدونم. به روح مادر خودت مردی که ببین من به حرمت نون و نمک و اون دو سیسی ری که ردیف کردی گفتم آمار بدم به اون که نوش جونت گوش بشه به تنت ولی دو سه تا خیلی بیشتر بود. آقا من هرچی از این سفره برداشتم اندازه حقم بوده. چطور همه صد تا صد تا برداشتن به ما که رسید آسمون تپید؟ ببین اینا هم رد پولا رو زدن هم آمار اون فایل صوتی که ضبط کردی تا خیلی سر دلهشون استفاده کنی. یکی رو اجیر کردن کلکتو بکنه. جونتو بندار و فرار کن کرامه. دمت گرم خبر دادی. بگم اونم فهمید ما دنبالشی. برو با سرعت برو کمش نکن. بابا چه خبرتونه؟ گیر باکسش خرابه بیشتر از شرط. گیر باکس بیا بابا بازم خرابه. اینو بگی تو اون برو دیگه. بابا قضیه من با زندگی نمیفهمی. جون هر کی دوست داری قرب میده. بابا نکن دیگه. آقا چی این سرت کردی؟ جوراب زنانه پاریزیان خجالت نمیکشه. یواش یواش نزنه بیم. آقای راننده بابا. آره الان نرمال خوبه. تنظیم شد. بایستم بوی گندم مال ما هرچی میکاریم مال تو که
کسافت چه خونه ای هم داره. اون وقت میگه اجر معنوی مال شما. راست میگی، اجر معنوی مال خودت، خونه رو بده به ما. تا پاله ایوه بزن قدش، ایوه بزن قدش. من الو، چرا گوشی رو بر نمیداری؟ 20 بار دارم بهت زنگ میزنم، فکر کردی من خرم نمیدونم اونجا نصف شبه؟ خب لابد کار مهم دارم دیگه. پوست چی؟ ای خاک بر سر من کنن، این همه هزینه پوست تو کردم، با یه نصف شب بیدار شدن تر زده میشه به همه چیش. آرزو خوب گوش کن چی دارم بهت میگم. بلیت برگشت رو کنسل میکنی، بعدش هم جاتون رو عوض میکنی، میری مونترال، همونجا میمونی تا من بهتون زنگ بزنم. من دو سه روز دیگه میام، ولی تو این دو سه روز در دسترس نیستم. آرزو زنگ نمیزنی ها، همین که گفتم. آرزو یه دو سه روز اینستاگرامو تعطیل کن، استوری مستوری نذاری ها. از ایران خارج شدم بهت زنگ میزنم. سلام علیکم برادر. کرامت، ما آمدیم تو خانه. تو چجوری اومدین تو خونه؟ من از کجا پیدا کردین؟ عرض میکنم خدمتتون. مال مردم رو میخوری؟ بهت میگی ماله. سب کن ببینم تیه به خطا خورده. بگو ببینم این مربا تا چرا اینقدر شوره؟ مرباس بشیه؟ خاویاره. های خاویاره. لباس شکنجه رو حال میکنی؟ امیرخان با حال شدی؟ طبق قانون این شخص باید قد بشه. زنونه سا این لباس عرضی نمی کنه. من میگم اینو توی یه فیلمی چیزی دیدم. دیر توالتشون از تلاس، اون وقت کارت 50 تومانی به ما میده. خاکتون سرت کنم. فیلم خطا خورده. ببینم دره توالت در تلاس. آره از تلاس بزنش. آره من به من چرا میزنی؟ بزنش. من برم دره توالتو ببینم اول. من جدی میگم، من جونم در خطره. جون من در خطر باشه، جون شما هم در خطره ها. زر میزنه آقا. چه زری میزنم؟ شما مگه نیومدین پولتونو بگیرین؟ تو این خونه پارو دوربینه. منو اینجوری ببینن شما گرفتین، خب دستگیرتون میکنم. من خودم پولتونو بهتون میدم. میدی؟ همین الان. الان همین الان زر میزنه. متاسفانه دکتر کرامت زر نمیزد. بالا دستی ها آدمشونو فرستاده بودن سراغش، یه حرفه‌ای به اسم جمشید کرمی که سالها براشون کار پاکسازی انجام میداد.
من فقط ریال ندارم و دلار دارم. دلار خوبه؟ خوبه. حالا طلبتون چقدر هست؟ ما دو تا 500، اون یکی 400. باشه میدم. نه من فقط 600 میدم. 600 آقا چی میزنی؟ تو 3 ماه پیش میگفتی آقا اجازه بدین، اجازه بدین، اصلا حمال بیشور منم که راضیم بهشون 600 بدم، من میدم دیگه. چرا به اون میگی 600، به من میگی 500؟ چرا به تو هم میدم 600 خوبه؟ میده دیگه. بعد نیسالا این رمز چیه؟ ما پدرمون در اومد باز نشد. آقا چه زیاده، اینا تقلبی نیستن؟ دیوونم دلار تقلبی تو خونم نگه دارم. نه فکر میکنم منم طلبم بود 700. باشه به تو هم میدم 700. گفتم الان دیگه ننم. کیو کیو عین بچه آدم، دستتون رو بذارید روی سرتون، بچسبید به دیوار. دیوار دوره. وکیل آقا کرامت آدم خوبیه، اگه ازش طلب داری بهت میده، اصلا اسلحه لازم نبود. آقا اصلا هر کی هر چقدر بداده من دو برابر میدم. دو برابر غلط کردی. اگه به اون دو برابر بدی به ما هم باید دو برابر بدی. آقا داره میکشم اون، چقدر شما خنگین. چرا بازاکتره؟ درست صحبت کن. چرا میزنی؟ چرا باش بدحد میزنی؟ آقا اون مردمو کردی چی میزنی؟ آقا بزنین تیر تو پاش خلاصش کن راحت. چی میزنه؟ واقعا میزنه؟ بزنه. بس بزنم به تو. من نه، که این دو ساعته دارم میگم. نه خودشو بزن. بزنم به من پاهم درد میکنه. دهن بسته. الو دکتر، طبق دستورتون الان توی موقعیتم دکتر. فقط دو تا مزاحم کوچولو اینجان. آره اگه پس فطرتی. آره ما خفشی. آقای دکتر غلط کردم. آقای دکتر پس میدم، من پولا رو پس میدم، من فایل رو پس میدم، هر چی شما بگی پس میدم. غلط کردم. اون دوتای دیگه هم غلط کردم. نه میگه دیره، بعد تازه میگه ما جای فایل رو خودمون میدونیم کجاست. کاری نداری با دکتر؟ نه. شما هم کاری نداری؟ هوا سلام برس. شما هم کاری نداری؟ پس خدا نگه. آق زد. آقا شکلی کردی ها. واقعا زدی این ورید؟ خونی آقا کرامت، آقا کرامت کشتیش، قاتل عوضی زدی کشتیش اینو. کرامت بابا پشت نده، گری میشه. آقا زد کشتیش بدبختو. ببخشید نباید میومدید اینجا. ما میتونیم بریم؟ حالا که اومدید کدومتون اول بکشم؟ من که یه بار گله خوردم 30 و چند سال پیش. نوبت شماست، بیا. ترو. نه آقا نه. کیو 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 کیو. نه نه جونه. کیو کیو. جاب. زدمش زدمش. شو. تیر به خطا خورده. الله اکبر. الله اکبر. بهرام آفرین. آقا چیزی نچید. تو من چه می؟ الله اکبر. الله اکبر. دستش رو راه کردی. خون منه. خونم. وای وای بهرام، بهرام بیچاره شدم. منو ببرین بیمارستان. چه جایی ام اصلا؟ شانس آوردی. ببرین دوای دست نزن. ببرین منو بدبخت شدین. بدبخت شدین. بیچاره شدین. منو ببرین بیمارستان. باشه میبریمت بیمارستان. خواهش میکنم منو ببرینت. اولا پولا رو ولکن بیا منو. اونجا جای خطرناکی نیست. همش چربیه، نگران نباش. بیا منو ببرین بیمارستان. اینا چی بده داره اجازه بده داریم میریم دیگه. من سوراخ شدم، تو گیر دادی. بیا 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 بده من. این مال اون. بیا این مال اون ماشینه. بیا این ماشینه سوار بشو. بیا 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 این ماشین عروسه که.
بریم با این بریم. تو اسنپ با یه خدا بگیری سفری 100 تومان به ما میدن. درو باز کن، دستگیره نداره. اجازه بده، اجازه بده. درو باز کن دیگه. آقا من اتومات سوارم، اجازه بده. آقا یه اتومات سوار، دکمه در این بریو بزن. اجازه بده من اتومات سوارم، اجازه بده. شو باز کردی. کجا رفتی؟ بیا پایین. برای اونو ول کن اینجا. ای بابا این ماشین مسابقه است، من بلد نیستم. بیاری پایین. کمک. بابا این با همه اتومات سوار شده. بیا بابا. بیا بریم با اون ماشین سوار شیم. بیا بریم. درو بگیر. بلش کن این ماشین به درد میخوره. درو ببن. الو دکتر، یه مشکلی پیش اومده دکتر. من آیفون اینو نمیتونم پیدا کنم، ولی ردشو میزنم. بله، خداحافظ. آقا در زندگی دو تا آرزو داشتم، یکی اینکه آیفون 10 داشته باشم که دارم، یکم این که مرسدس بنز آخرین مدل داشته باشم که ان‌شاءالله تا 24 ساعت دیگه دارمش. آیفون تو کجا داری؟ آیفون دارم اینه دیگه، نگاه کن. ای مرده خور بدبخت، اون دلارا بس نبود آیفون میت هم می‌دزدی؟ البته اشتباه نشه، میت قبل از اینکه میت بشه ما بعدش راست میگی؟ بله راست میگم. خب وای با دلارا چیکار کنیم؟ امیر خان دلارا من نمیدارم، من که سهم خودم رو برمیدارم، بقیهش هم نمیدارم. باشه بد نیست، ما هم سهم خودم رو برمیداریم، بقیهش رو میدیم به طلبکارای دیگه. خوب گوش کن، همه بچه ها رو جمع کن، تانک هم حتما بیار به همین آدرسی که بهت میدم، فقط سریع. تحمل کن، رسیدی؟ زیاد شده. رسیدی؟ سلام کنم. سلام خانم. خسته نباشید. ببخشید عید دوست ما گله خورده، میشه یه کمکی بکنید؟ چی خورده؟ گله. گله خورده. گله؟ بله بله. لوله، گلوله، تفنگ. کجاشون خورده؟ ستون فقرات شما بلدین؟ مستقیم بیان پایین، تمام شد، دست راست. پهلوشون یعنی؟ نزدیک شدید. دو طبقه پایین دست شد. چطور تو؟ چرا میخندیم؟ برون بر. من لازم دارم. بیا جواب بیا. چیه؟ خانم ببخشید، شارژر آیفون 10 دارین؟ نه متاسفم. بله حق دارین، اینا گران دست هر کسی نمیدن. اشتباه که نمیدن. جواب. رسیدین یا نه؟ وردا خانم، این 10500 خیلی خوبه ها، جای دیگه 11-11.5 میدم، بقیه سود خودت. آقا من سود نمیخوام، برای بار صدام ما دلار قبول نمیکنیم. بفرمایید. خیلی خوب، جهنم و ضرر 9500 خدمتشون. کلا زبون حالیتون نمیشه نه؟ فقط پول ایرانی. بابا زبان دارم، زبان آدمیزاد حالی میشه، پول ایرانی ندارم، نمیفهمی؟ ای بابا شارژر آیفونتن این تیر به خطا خورده، پرپری ایجا چی میکنه؟ خانوما برم این پولو یه چنگی کنم برمیدارم. بفرم. همش این لازمه؟ همش؟ آخه یه سوراخ چیکی؟ خب عزیزم قربونت جونم، ببین دست من رو حس میکنی؟ نه، کجاست مگه؟ خب نزدیک محل زخم. آقا دستم. آقا چکون نخور، عزیزم آقای دکتر، چکون نخور، بابا بکن، نمیخوام، خب آیا انبور چیزی تست کن دیگه؟ امکان من به تو دست نمیزنم دیگه. گذاشتم دست بزنی، بفرمی. خانم دکتر مسئولی، خانم دکتر مسئولی، یک کاری انجام بده. نه نه، آقای دکتر، خانم نه، خودتون بیاین. ببخشید، ببخشید، اشتباه کردم. خراب کردی به هم زدی.
این خانوما میفهمن من چی کردی. امیر خان، امیر خان فرار کن، آدم کشا پیدامون کرد. از کجا پیدامون کرد؟ نمیدونم. اصلا خیلی عمیق شده بود، رفته باشه بهش دستم نرسه. آقای دکتر، نمیشه با ربات عمل کنین بدون دخالت دست؟ من شنیدم میشه. اینم ربات. خواهی یه گاز من بده. بابا یه گاز به این بدین کلا. ببین دو سانت از این و دو سانت از اون و پاره کنم انگار بهش میرسم. چی رو پاره کنی؟ محل زخم دیگه. آقا من پاره اجازه. آقا آروم باش. یعنی چی آقا؟ آقا دقیقا دست اصلا یه بزن اومد دکتر. این یارو بابا باید بیا. اینجا چی کار میکنی؟ یه اتاق عمل آقا. آقا باشه. او بعد. این چه خراب شده یه؟ به سرسه باشو، اینه که دست منه. آقا خیلی ممنون، برو کنار، برو دیگه، برو کنار، کسی جلو نیاد، کسی جلو نیاد، برید کنار، برید کنار. شرتش قرمزه با برانکارت دارم میام بیرون بکشید شو. کسی جلو نیاد، کی بود تیر زد؟ بیان بودایی براتون بریز گرفت. باشه باشه بیان 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 سکسه باشو باشی. آقا دمت گرم، ما گفت خیبر شور بیان. برید دنبالش، برید دنبالش. یواش رو خدا. امیر خاطر اینجوری رانندگی میکنی؟ واسه اینکه یک گله حیوان دنبانه بودم واقعا؟ هر خواستی بگو بهت بدم. اونم میگم دست منه. چی؟ اینه که تو دیگه دست منه. اینه که چی کار کنم؟ نمیفهم اینا چجوری ما رو پیدا میکنن. نکنه تو این گلوله یه رادیو بشه چی گذاشتن؟ بابا دنبال دلاران. بچر انگوش بکنم زیر گلوله اینجور تلقی درش بیا. چی میگی تو؟ بده من مگه اصلا آلبالو گیر کرده تو؟ آقا رادیو تو این کار گذاشتم. گلوله است. مجبوری میفهمی؟ مجبور نیستیم. برو بچه ها. بچه ها چه؟ زود شد تای دره. مونده سه چهت ماشین و یه موتور دیگه. خدا رو شکر پس خطر کم شد. چی خطر کم شد؟ حالا به انتقام اون موتور میام سراغ خودمون ترتیب رو. خدا یا من میترسم. آقا الان بهت بدم. چی رو؟ اینکو؟ نه بابا این دستگاهشو بهت بدم. قشنگ انگوش بنداز زیر گلوله پلق اینو درش. بابا ول کن، دست از سر من بردار، این حساسه. آی بابا چقدر ویراش میدی؟ من تو گلوله هست. بابا قصد امیر خانه بی همه ویراش میده دیگه. امیر خان اگه این دو توی صاحب برده یه رس کله هست. گلوله توی صاحب برده. بابا نزن، نزن. چی پاسه داره؟ استوی داره منه. رس کجا اومد؟ برو گم شو. امیر خان کمان. این چیه داره میاد؟ تانکه یا زرد میشه؟ این لعنت بر اون ذاته! آدم!
برام برام این صدا آجیر پلیسه. صلی علی محمد، پلیس به موقع آمد. سلام باد کسافت، یعنی پلیس هم آمد. آمد پلیس رو زدن. دمتان گرم، پلیس هم زدن. الله اکبر، الله اکبر، پلیس رو زدن. بی شرفا، نیروی شریف پلیس رو میزنید. شپلام افغانستان دنبال دلارن. برو دلارن بری بیرون. بابا من این دلارن لازم دارم، برشون نقشه کشیدم برای آینده. بابا جونمون مهمتره یعنی دلارن. دلارن رو بده خلاصمون کن. برو گوش کن برو. جنازه هاشون چقدر زود بمیگیره. چرا نمیزنه؟ چرا گیر کرده؟ چه مرگته کل خر؟ چی میخواید جون ما؟ موبایل کرامت رو بدید جونتون رو نجات بدید. موبایل کرامت رو میخواد. بیا همه چیز موبایل ندیده، بده موبایل رو بره. آقا من همه چیزمو دادم، موبایل رو دیگه نمیدم. من چی که نصف جونم رو دادم بدبخت. سر میزنه، موبایل هم بدیم زندمون نمیذاره. بفرما، موبایل هم بدیم با زندمون نمیذارن که. بیا کاری بکنیم. چه کاری بکنیم؟ این گوشی ها میخوای؟ دهنه تو به من، اون موبایل رو بده به من. فقط این گوشی؟ بده به من، بده. ببخشید برد میکنم. این هم داشته باش. همه جدی هم یه زنگ شروعت. کلیات اتفاقات رخ داده در این پرونده نادر و ویژه است که کتبان هم خدمت مراجع ذی‌صلاح تقدیم می‌گردد. آقای قاضی، ما اشتباهاتی داشتیم که باید دلایل آن بررسی شود. تا کی باید هر روز خبر اختلاس و دست‌اندازی به سرمایه‌های مردم در صدر خبرها باشد؟ تا کی یک عده گردن کلفت با گردن یک عده گردن کلفت باید خون من و امثال من را بکنند توی شیشه؟ بعدش هم صاف صاف بگردند و باز با دوبنده راست راست در خیابان راه بروند و بازد و بند راست راست در خیابان راه بروند و کسی هم به کارشان کاری نداشته باشد. شما خودتان همچون هیچ آقا از چشما میزنه بالا. میدونم میدونم. هیچ کار مؤثری در این عرصه انجام نمیدهید و من الله توفیق و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. شما خسته نباشید. احسنت. شما دو نفر حرفی واسه گفتن دارین؟ ما حرف ما هر یکیه. طبق ماده قانون 37 جزای دادرسی عمومی من نوشتم، دادم دست ایشون خوند. آقای قاضی، ما اصلا کلن معطل ماندیم. بمانیم معطل، نمانیم معطل. معطلی چی؟ چی؟ هر کی حق این مردمو بخواد بخوره، یه روزی توی همین دادگاه واسه جوابگو باشه. و اما شما سه نفر، بنا به جمعی اتفاقات رخ داده، این دادگاه شما رو به 6 ماه حبس محکوم می‌کنه. اینا میخوام برن زندان، ولی دارن خوشحالی میکنن. نمیدونم والا، فکر کنم از جریان مؤسسه مالی بیخبرن. واقعا کارت درسته. بزن قدش دیگه. آقا ساکت، نظم دادگاه رو رعایت کنید. نظم رو رعایت کنید، بشینید. آقایون، شما در جریان وضعیت مؤسسه مالی هستید؟ بله. کسافت ها 6 ماه دیگه قرار پول ما رو بده. بله. میخوام 6 ماه بریم زندان. نه، پس نیستین. با دستگیری هم دستای آقای دکتر کرامت و بازگشت پولای اختلاس شده، همین روزا با تمام سپرده‌گذارا تصفیه حساب میشه. عالی بود. بزن قدش، بزن قدش، بزن قدش. صاحب کن، صاحب کن، نزن قدش. آقای قاضی، یعنی چی؟ ما زندان ما چی میشه؟ زندان، زندان که نمیریم که، بخشیده میشه. حکم قطعیه. آخه به کی بگم؟ 32 سال من زندان بودم. خدا طاقت یه روزم دیگه ندارم. آقا جواد، بعد 6 ماه چی کاره ای؟
من برنامه‌ای ندارم چطور؟ امیر خواهد شما چه کاره ای؟ من چه میدونم بابا؟ آقا من میگم بیام بریم همدان. چرا؟ یه مادر دوتا دختری میشناسم. مادر امیرخان بگیره دوتا دختر من و تو. رو من حساب نکن. سپورا چی میشه؟ او که دیدی دیگه پدرش نشان منم نمیده تهش. سلام داداش. باز که تو پیدات شد. کیم؟